سلام بیننده های عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین. چنل یو وایس تی وی، نام من سحر است و بسیار زیاد خوش هستم که امروز باز در خدمت شما هستم. میمان امروز ما استاد نبی است که از لندن با ما پیوستن. استاد نبی پروفیشنال کوچ هستن و صلاحیت دادن سرتیفیکیت همچنان دارن و در خود انگلستان برای جوانا، برای اطفال کمک زیاد میکنه در رشته تکواندو و شاگردای بسیار زیادی در کشورهای مختلف جهان دارن و قبلا در افغانستان کلاب هم داشتن و در نمی رشته زیاد زحمت کشیدن و شاگرداشن قبلا هم راشن صحبت میکنم که در بلژیم هستن، در هلند هستن، در کانادا هستن، نیوزیلند هم گفتن هستن و در خود انگلستان خود ما خبر داریم که اینجا کلاب دارن و کمک میکنن. خدا کنه ویدیو خوشتان بیاید و تا آخر با ما باشین. اگر چنل سابسکرایب نکده باشین، چنل شماست داشت سابسکرایب کنین و با دیگران شیر کنین که دیگر جوان ها هم تشویق شوند که در سپورت سم بگیرن. کار بسیار خوب است که اولادهای خود را تشویق کنیم که به سپورت سم بگیرن، برشان کمک میشه، از لحاظ روانی کمک میکشان میکنه، از لحاظ فیزیکی هم کمکشان میکنه، به سر اعتماد سر خودشان هم زیاد میشه. ما از او خاطری پروگراما را جور میکنیم که مسیج جوانا را هم به دیگر را برسانیم و همچنان تشویق کنیم کسایی که در این رشته کار میکنن، در سپورت کار میکنن، زحمت بسیار زیاد میکشن و همچنان جوانایی که دستاوردهای بسیار خوب دارن و را تشویق کنیم. ما استاد نبی را در روی استیج میارم. استاد محترم، بسیار خوش آمدین در پروگرام امروز ما و این کلام بسیار وقت بدین که در این پروگرام آمدین و ما بر ما معلومات بتون یک کمک در این مسابقات که در فرانسه برگزار شده بود. با تشکر از شما سحر جان و با تشکر از وایس تی وی که همیشه همکاری داشتین و کمک کردین ورزشکارا و تمام رشته‌های مختلف ورزش و همچنان بخش‌های فرهنگی افغانستان، افغان‌ها را که در خارج فعالیت دارن انعکاس دادن. این یک کار بزرگ و کلان است. تشکر بسیار زیاد از شما و همچنان بر بیننده‌های محترم سلام عرض میکنم. ما در فرانسه یک نمایندگی هایی که داریم از ورزشکارهای ما هستن که قبلا در افغانستان تیم ملی بودن، قهرمان وزن خود بودن، به نام مختار زازای است که اونجا کلاب دارن و جای دیگه هم چنان در بلژیم و پاریس باز و جای دیگه هم. ما پروگرام دو بخش داشت وقتی که رفته بودیم اونجا. یک بخشش که ارتقای کمرندایی که به کمرندای بلند یعنی کمرندای سیاه می شدن، اونا هم از افغان ها بودن و هم از به اصطلاح فرانسوی ها یا از واید کمیونیتی بودن که 4 نفر کمرند سیاه شدن. یک پروگرام امتحانات بودن که اونا صوفیه بود، آندی، یوگو و ایمین، اینا کمانده سیاه شدن و تقریبا 15 نفر دیگر هم که در جریان سال در مسابقات خوب درخشیده بودن و فعالیت های خوب ورزشی داشتن اونا را توضیح کردیم برشان. و روز بعدیش یک فستیوال ورزشی بوده که همه ساله در شهر امیه فرانسه برگزار میشه. تمام ورزشکارهای رزمی در اونجا نمایشات و پروگرام های خود را به نمایش میگذارن که از طرف شاروال از اونجا یک جای محل برشان تعیین شده. نمایشات خوبی بودن و تمام نمایشاتی که اونجا برگزار شدن و همچنان قابل یادآوری است که یک تیم خانم‌ها یا تیم دخترهایی که تیم ملی افغانستان بودن در تکواندو، اونام به شهر پاریس آمدن، انتقال داده شدن که اونجا فعالیت دارن. اونام یکی دو نفرشان همراه ما رفته بودن اونجا. یک کسی به نام زهرا مرزایی بود و یک کسی گام یاسمین جان و همچنان استاد نعمت که ترینر از اینا هستن، اونام با ما اونجا پیوستن و نمایشات خوب را اجرا کردن. نمایشات موفق بود در بین تمام ورزشکارا. یک تیم افغانی که اونجا دارست، ترینرشان مختار زازای، اونا خوب درخشیدن و نمایشات خوب گذاشت، بسیار خوب بودن.
تشکر، زنده باشین. ما خواهیم اگوان کلیپ هایی که اینجا بر ما شما لطف کردین روان کردین میمونم با شما کمک به بیننده ما توضیح بدین که این کلیپ ها درباره چی بود. یک شخص شما تشریف دادین فستیوال است، فکر میکنم کلاب هم است، ولی خوب خود شوه که این هم نشان بدین و بیننده ما خبر شوند و ببینن امین فستیوالی که بود. یعنی کسایی از سراسر جهان میان یا یوروپ تناستن یا تنها لندن و فرانسه؟ برای فعلا خودتان و شاعری که بودن اونجا و از فرانسه، شاعرهای فرانسه است و از لندن ما رفته بودیم که مدیریت امیر می کردیم و از ورزشکارهای ما بودن که از افغانستان آمده بودن. اونا تقاضا کردن که یک تعداد امتحانشان بگیره و همچنان در نمایشات اگه بتانیم کدام کمک شده. درست است، درست است. همه این کلیپ نشان میتونم فکر میکنم از امیروز فستیوال هستم. جالب معلوم میشه به خاطر اینکه مردم هم تیر میشه، استاپ میشه، سعی میکنن نمایشگاه بس مردم هم تشویق میشن که به تکواندو بیاین یاد بگیرن. بله اونا یکشون زهره جان مرزایی بودن که قهرمان تکواندو هستن در وزن خود و همچنان یک فارم کار کردن یا پترن میگن در تکواندو با نام کوریو فرم میگه کمره از کمرند سیاه است. او را کار کردن، بسیار زیبا کار کردن، مقبول کار کردن و باز نمایشات دیگه داشتن و کسای دیگه که نمایشات داشتن یکیشان استاد صبور عمری که معاون تخنیکی فدراسیون افغانستان بودن و همچنان رفری بین المللی هستن که نمایشات سلف دیفنس یا دفاع شخصی را یا دفاع چاقو را با همون کسی که اجرا کرد اونا هم کمرند سیاه شدن که همین پروگرام های خود آزمون ماندن و همچنان تارگت زدن یا لاب زدن ها را نشان دادن که هر دو جانب یعنی دخترها هم خوب کار کردن و دخترک های کیک هایی که می زدن اونا بسیار کیک های آسان نیست و در این روزا همون به اصطلاح استانداردی است که باید کار شوه، یعنی به استانداردهای جهانی هستن و همچنان آیمن او بچه که بود اونا تارگیت می زدن همزمان اونا هم از جمله کسایی هستن که جدیدن کمرند سیار شدن و به استانداردهای اروپایی و جهانی آماده هستن. بسیار جالب است بخاطر که ما می چی میگم پرکتیسی که میکنن ما نمایش یاد ندارم ولی آدم که سعی میکنه ایران میمونه که خودم چقدر زیاد پرکتیس میکنن که به این سطح برسن. ما می یک کلیپش میمونم فکر میکنم می خانم دختر که دختر نازنین زهرا مرزایی که نامش گرفتین وقت پرکتیسش از همراه کوچ سورا هم براتون نشان میدم و بیننده ما نشان میدم که بسیار جالب است که زیاد زحمت میکشن پیش از اینکه به اول از به اون درجه برسن. درست. بسیار جالب بود به خاطر اینکه چند فکر میکنین که هفته چند روز پرکتیس میکنن یا
ولی اونا خوب هستن، امکاناتشان زیاد است، هفته حداقل 3 روز تمرین میکنن و یه حرکاتش که در المپیک به درد میخوره و بسیار اینها بلند همیشه روی تارگت میگیرن و حرکات تک ضربه ای گفته میشه که هم باید در مسابقات تکواندو باید هم در نظر بگیرن که پوینت نبازن و همچنان پوینت بگیرن، برای اینکه برام یک لحظه غفلت امکان داره هم سرنوشتشان رقم بزنه، از او خاطر بسیار توجه میکنن، فوکس کار داره و ما فکر میکنیم برای تمام خصوصا برای اطفال لازم است که فوکس یاد بگیرن، دیسپلینری یاد بگیرن، سلف دیسپلینری، سلف استیم، و اینا حتی کمک میکنه در مکتبشان که فوکس کرده بتونن در درسای خود، در پروگرام های زندگی خود در آینده چیز بکنه، و فکر میکنم برای تمام مردم این ضرورت است که باید یاد بگیرن، خصوصا اطفال که در اینجا کلان میشن باید این چیزها رو یاد بگیرن که کانفیدنس باید شوند و هر چیز خوبتر یاد بگیرن. بله بله، ما امروزتون موافق هستم به خاطر از اینکه شرایط انوایرمنت تغییر میکنه، جای تغییر میکنه، زبان تغییر میکنه، فامیلام کلگی اینجا نیستن و سپورت بهترین مسئولیت است برای اطفال و به نوجوان ها که اشتراک کنن کانفیدنت و سلف استیمشان بلند میبره و همچنان اعتماد برای خود پیدا میکنن، و از او خاطر من خوش دارم که امروز شما میشه مصاحبه کنم که پروگرام های بسیار مثبت بر جوان هاست. خدا کنه که بینندای عزیز ما میره با دیگه فامیلا به اشتراک بگذاره این ویدیو را که دیگه جوان ها هم تشویق شوند که در سپورت سهم بگیرن و در کلاب هایی که وجود داره و خصوص از طرف انجمن افغانای لندن و دیگه کمیونیتی هایی که در لندن هستن از او استفاده کنن. ای خوب مفت هستن نی یا کم پیسه میتن کلاب هایی که در لندن هست؟ برای کسایی که همکارای ما باشن یا مثلا رضاکار باشن و برای افغان ها مفت است معمولا، ولی کسای دیگه باید اونا یک مقدار کانتریبیوت بکنن برای کرایه و مثلا برای وسایلی که میگیریم، چون مسائل فند یکان دفعه کم میباشه، اونا یک تقاضا داریم که یک چیز کانتریبیوت باید بکنن یا رقم دونیشن یک چیز دونیت بکنن. درست است، درست است. تشکر بسیار زیاد. ما دو تا مسیج جای دیگه هم را که اینجا هستن در پروگرام اشتراک کردن میمانم با شما دربارش بر ما معلومات بدیم که یا کی هستن و همچنان بینندای ما خبر شوند که چی پروگرام های در فرانسه هستن و چی آمادگی. فکر میکنم امروز مسابقه هست، ولی بازم شما بر ما منتشر بدیم. درست است. Hello everybody, nice to see you. I'm happy to welcome you in a great day in Amiens for the sports and for the Taekwondo. It's an association day for the promotion of the sports and the Taekwondo in particular. So today we have a demonstration to show and to promote the Taekwondo with the club of Zazai Taekwondo here in Amiens. We have also an opportunity to meet Khafour Nabi, a great master, to celebrate the result of the last year competition, achievement with some people and guys achieved the black belt and other experience. So nice to see you and welcome, and really thank you to great master Khafour Nabi to promote us and to celebrate us today for the great show of the sports. Thank you. خدا نیومه کلای حبیبی هستم، مربی تیم ملی تکواندو به فرقه افغانستان. مدت یک ماهی شد که به فرانسه آمدیم، اونجا تیم یکی داد از پلیرهای تیم ملی تکواندو افغانستان، و امروز به یکی از برنامه های ورزشی به شهر امیه از طرف کلاب تکواندو سازن دعوت بودیم که این برنامه مثلا در افغانستان برنامه ورزشی است که از رشتههای مختلف برگزار میشه. خوشبختانه ما به این برنامه اشتراک کردیم و برای تیم ملی هم و نمایندگی از دوکرای که دولت شکار هم باید آمده بودن که اونا هم نمایشات داشتن. یک برنامه بسیار خوبی بود و یک
کار خوبی در آن بکنیم شد که بعد از سالای این سال یکی از اساتید محترم که اساتید نامدار تکواندو افغانستان بودن بعد از مدت ها با اونا آشنا شدیم استاد عبدالغفور نبی رئیس انجمن ماستر عبدالغفور نبی دیدار خوب داشتیم با ایشان که اونا از لندن تشریف آورده بودن و برنامه عالی داشتیم بسیار خوش گذشت و با استاد و استاد مختار به خاطر امانتی بیشتر برنامه های بعدی ما صحبت ها صورت گرفت و در کل امروز یک برنامه خوب داشتیم. بیننده‌های عزیز بسخو بخشیم، صدا بسیار زیاد کم آمده بود به خاطر اینکه بک‌گراند بسیار زیاد غالمغال بود و ولی استاد نبی بر ما تشریح می‌ده که پیامشان چی بود. فکر می‌کنم که از افغانستان آمده، یک ماه میشه که ما از افغانستان آمدیم. بله، اونا استاد نعمت هستند که ترینر تیم دخترها، تیم ملی یا نشنل تیم دخترها افغانستان از مدت یک ماه میشن که آمدن و بسیار تلاش کردن که حتما بیان و اونجا در پروگرام ها اشتراک بکنن و بعد از تقریبا اضافه تر 30 سال شاید ما وقتی که اینجا آمده اونا خورترک بوده باشن، مردیدن بسیار هیجانی شده بودن و بسیار خوش بودن دیگه. و ما هم چنان مثل که فامیل تکواندو هستیم، در تکواندو در مسائل ورزش های رسمی هم یک دیسپلینری بسیار خوبی داره که هر کس اتر کسایی که سابقه دار باشه یا سینیر باشه او رو بسیار احترام میکنن، یک احترام مثل عسکری واره است که همیشه اتر از دل دارن. خب عسکری شاید از دل باشه نباشه ولی اینا میباشن. اونا آمدن پروگرام های خود تشریح کردن و صحبت های خوبی داشتیم با اونا، امیدوار هستیم پروگرام های خوبی داشته باشیم همیشه با ایشان که امروز هم اونا حاضر بودن صحبت کنن ولی چون مسابقات داشتن در پاریس، مسابقات اوپن چمپین لیگ است که اون دخترها صبح مسابقه داره و اکتداد امروز مسابقه داشتن و کوچینگ میکردن، به این دلایل نتونستن. و او کس دیگه ایش آندی است که او از فرانسوی است که اونا کمرند جیدن کمرند سیاه گرفتن، ارتقا داده میشن و کمرند سیاه که خوب هستن، با یک پسرشان همزمان اونا کمرند سیاه شدن که یک تشکری از کلیگی و این پروگرام های خود تشریح کردن. خوب خیلی یام در کلاب افغان ها میاین؟ بله اونا هم در کلاب افغان ها هست. یک کسی دیگه هم، یک دفعه دیگه هم روشون شما مصاحبه کردین. صوفیا یک خانم است که اونا هم دمی اونا چون انگلیسی نمیفهمیدم دفعه گفتم مرد که چیز کنین مشکل است، نه فارسی اونا چیز میتونن اینا. بله تمامشان هم 4 نفری که در ارتقا کردن تمامشان در کلاب افغان ها هست. ترینرشان هم یک کسی به نام مختار زازایی که قهرمان وزن خود بوده در افغانستان و یک دفعه در خوش تکنیکا قهرمان شده بوده، اونا آمدن. وقتی که آمدن امیر اشتر دوام دادن و اونا هم امیر سکیلز یا امیر چیز به دردشان خورد و کلان کلپ دارن که در مویه شار تنها کلپ زمی هست که یکی دو برانچ دارن. و خوبی دیگه از اونا این است که هم جایی که یا تمرین میده از طرف شارواله اونا هیچ کرایه نمیگیره از پیششان که متاسفانه ما در لندن همون یک امکانات و چیز نداریم و تقریبا 2 روز تا 3 روز تمرین میکنن توشک امکانات و وسایل تمام چیزا برشان آماده شده. آنه لندن دیگه ده هر کلاب آدم میره، ده هر گروپی که آدم میره مجبور است که 5-3 روز محال همون جای آدم بتمیست و مشکل است کمک در لندن. مشکل است اینجا کرایه بیتی باید وسایل خودت آدم پروواید کنه و کم مشکل تر است ولی بله. اون نمیفهم چطور آسان است برای از اونا. بله خواه این طرف کرد مملکت فندنگ خود در موارد مختلف مصرف میکنن، حتما برای از او پرورتیشان سپوه زیاد است، اما منطقی که خودشان هستن شاید زیاد باشه، از خاطر شاید ارزانتر باشن تمام شاید ممکن هم در یک چیز باشه. و همچنان اینا بعد از 2 هفته آمادگی دارن که در بلژیم اوپن چمپینشیپ است که دونا برن که از کل دنیا در اونجا میرن، مثلا از کشورهای اروپایی تمام کشورهای اروپایی میرن و حال آمادگی دارن بعد از 2 هفته اونجا هم یک مسابقات است که دونا اشتراک میکنن و بسیار پافشاری دارن که اگر ما بتانم امرایشان برم مگه مطمئن نیستم که میتانم یا نمیتانم. خب ایمی خانمی که صوفی را گفتن و یا ام زورا میرن در اونجا؟ بله اونا میرن.
خب بسیار گفتن خوب. که میره اونا صبح هم اشتراک میکنن. ما اونا را گفتم که خیمی پروگرام هایتان امروز صبح که از امیر فیلم برداری کنید دقیق تر برای ما روان کنین، باز ما میتونیم یک پروگرام اگر نظر شما موافق باشین باز یک اتمن. پروگرام جداگانه تنها برای از اونا بگیریم، چون اونا از افغانستان آمدن از یک حالتی که ما شما میفهمیم چقدر مشکلات بوده اینا برشان یک چیز روحی میشه، یک کمک روحی است. درستش چرا میازار سپورت برشان میشه آنید ما بیم تلویزیون ما سر پیسرشان. ما اینجا چی میکنم زوره جان پیامشان هم میمانم نام خدا بسیار خدا با استعداد است با جگت خدا منده مسیج خدا منده و همچنان معاون فدراسیون هستن و هم دنمی کلیپ یک جای هستن بله صبر جان عمری و زوره جان مرزایی اردویشان دنمی کلیپ هستن معاون نشان میکنم. به نام خدا زهرا میرزایی هستم، از تیم ملی تکواندو افغانستان، قهرمان وزن 49 کیلوگرم و فعلا به کمک فدراسیون فرانسه اومدیم اینجا مهاجر هستیم و امروز یک از شهرهای فرانسه شهر امیه دعوت شدیم که اینجا یک از کلاب سوزای تکواندو آکادمی که اساتید چیک از اساتید افغانی استاد مختار است اینجا دعوت شدیم و نمایشات اجرا کردیم و همچنان با بزرگان تکواندو افغانستان که به شمول استاد غفور که از لندن تشریف آوردن و دیگر داورای بین‌المللی و استادای دیگر که اینجا هستن ملاقات داشتیم و همراه دیگر نمایشات تکواندو اجرا کردیم و انشالله که بتانیم در رای تکواندو افتخارات دیگر کسب کنیم. خداوند بخشاینده و مهربان، عرض احترام و سلام دارم به همه بینندگان عزیز. در قدم نخست تشریف آوری ماستر عبدالغفور نبی را به شهر امیه کشور فرانسه خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم از استاد که همیشه ما را همراهی کردن و کمک کردن. برنامه که شما امروز میبینین شروع آخر سال است، چون تمام رشته ها نمایشات ورزشی خود اینجا به نمایش میگذارن و بخصوص رشته تکواندو که زازای تکواندو به مختار زازای چندین سال پیش یک کلبی که در شهر امیه ایجاد کرده فعالیت های خوب دهی به رشته داشته و همچنان قهرمان های خوب دهی رشته تربیه کردن. خوشبختانه که ما در اینجا حضور داریم و این نمایشات ما بسیار خوب به پیش رفت و همین برنامه که ما اینجا داشتیم تقریبا یک ماه میشه که یک تعداد از ورزشکارای تیم ملی ما که با استاد نعمت الله مربی تیم بانوان همچنان تشریف آوردن در برنامه ما که برنامه ما رنگین تر و بهتر شد و این برنامه به خاطر نمایشات و برنامه فنی و تکنیکی و مسلکی نمایش رشته تکواندو به نمایش گذاشته شد که علاقمندان زیادی داشتن و همگی آمدن به خاطر ثبت نام و سال نوی که شروعی دارن، چون آخر سال برنامه ها به نمایش گذاشته میشه، هر فامیل رشته های دلخواه خود بر اولادهای خود انتخاب میکنن. ما یک بار دیگر از ماستر عبدالغفور نبی تشکری و سپاسگزاری میکنیم که در این برنامه حضور پیدا کردن و ما را کمک کردن و تانستیم که یک برنامه خوبه، یک نمایشات خوبی از رشته زیبای تکواندو به نمایش بگذاریم. ما امیدوار هستیم که از طریق ورزش تکواندو بتانیم به جوانا و نوجوانایی که در اینجا حضور دارن یا زندگی میکنن یا خدمتی کرده باشیم و دونده از اونا قهرمانی بسازیم به سطح ملی و بین المللی. و ورزش تکواندو خوشبختانه همیشه بیننده ها و علاقمندان زیاد خود داره، چون یک رشته المپیکی است و المپیک 2024 پاریس هم نزدیک است و او خاطر ما علاقمندان بیش از حد داشتیم و امیدوار هستم که بتانیم از طریق از این رشته خدماتی هم کرده باشیم و همچنان جوانا و نوجوانا را تشویق و انگیزه بدیم که بتانند این رشته رو بیارن. تشکر از توجهتان. خب دیگه پیام خود بر ما گفتن شما استاد محترم کدام پیام داشته باشین یا کدام خبر میخواین به دیگه بیننده ما بتین ازار دفعه مایک در اختیارتان است. اگر از پروگرام ما ختم میکنیم بسیار تشکر از اشتراک در پروگرام امروز ما. تشکر از شما که همیشه همکاری و
کمک کردین ورزشکارا را. و من دیگه چیز گفتنی ندارم، کسی که صحبت کردن صبور عمری معاون تکنیکی فدراسیون افغانستان بودن که فعلا در فرانسه مهاجرت کردن و همچنان امیال هم به چون اونجا قبول شدن میرن، همیشه به پروگرام های ورزشی خود میرن، چین رفته بودن و عربستان و کدام کشور دیگه که اونجا مسابقات جهانی تدبیر میشه اینا رو دعوت میکنن که رفرینگ بکنن، رفته بودن تازه آمدن امروز مسابقات فکر نکنم برسن، خود اوپن بلژیم ممکن بتانن اشتراک کرده، چون اونا قبلا تقسیم چیز میشه اسکیجول میشه کی در کجا باید بره. دیگه تشکر بسیار زیاد، امیدوار هستیم پروگرام های خوبی داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد از تلویزیون شما و از کمک های شما در مورد وطندارا و ورزشکارا به خصوص. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما میخوایم. تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. تشکر استاد نبی، تشکر از شما همچنان به خاطر از اینکه شما قضاوت میکشین در کمیونیتی با جوانان میرسین، یو نو میفا و خدمت بسیار کلان از برای فامیلای افغانا که در لندن هستن و یک عالم تشکر از وقتتان. تشکر از شما همچنان، تشکر بسیار. خداحافظ فعلا. خدا شما همچنان، خداحافظ. بینین دای عزیز، بسیار زیاد تشکر از اینکه پروگرام تا آخر با ما دیدین. وقتتان زیاد نمیگیرم، اگر چنل سابسکرایب نکردین تا حالا سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم با دیگران شیر کنین که ما بتونیم دیگر جوانا رو هم تشویق کنین و سپورت دهین و در کلاب های خود اشتراک کنن. وقتتان نمیگیرم، بسیار زیاد تشکر فعلا، خداحافظ.